تاریخچه لباس فشاری در تقریباً یک قرن گذشته بسیار جالب است. خلبانان با لباس‌های فشار اولیه خنده‌دار به نظر می‌رسیدند، اما این لباس‌ها در زمان خود از پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌های روز محسوب می‌شد. پیشرفت‌های اولیه در لباس‌های فشاری در پروژه‌های پرش با چتر در اتمسفر که توسط نیروی هوایی در دهه 60 میلادی انجام می‌شد و همچنین خلبانی هواپیماهای SR-71 و یودو در نهایت منجر به توسعه لباس‌های فضانوردی امروزی ناسا شد. تمرینات فضانوردی برای آموزش پیاده روی فضایی خارج از ایستگاه فضایی بین المللی در آزمایشگاه جاذبه صفر ناسا انجام می شود. در این مرکز یکی از بزرگترین استخرهای سرپوشیده جهان قرار دارد که بیش از 23 میلیون لیتر آب را در خود جای می دهد. تمرین در زیر آب مشابه تجربه بی‌وزنی در فضا است. فضانوردان با لباس فضایی کامل در آب شناور شده و ساعت‌ها به انجام تعمیرات و دیگر کارهای مورد نیاز در این ایستگاه فضایی ساختگی می‌پردازند تا برای مواجهه با شرایط واقعی در فاصله 420 کیلومتری از زمین آماده شوند. پوشیدن لباس فضایی حدوداً 45 دقیقه زمان می‌برد. سپس یک جرثقیل زرد بزرگ سکوی حامل فضانورد را بلند کرده و به آرامی در آب فرو می‌برد تا عمقی که فضانورد کاملاً در آب شناور شود. به خاطر وزن لباس و دیگر تجهیزات، فضانوردان در همان عمق از آب کاملاً شناور باقی می‌مانند. اکسیژن توسط لوله‌های متصل به لباس فضانوردان که مانند بند ناف در استخر آویزان است، در اختیار آنها قرار می‌گیرد. غواصان پشتیبان و آموزشی فضانوردان را زیر آب جابجا کرده و به سمت نقطه شروع هدایت می کنند. غواصان در زیر آب با چالش‌های متعددی روبرو هستند، از جمله حفظ دمای بدن، تنفس و کنترل شناوری. برای حفظ دمای بدن غواصان باید لباس‌های عایق بپوشند. در قدیم آنها برای تنفس مجبور به استفاده از پمپ‌های دستی روی سطح بودند. لوله متصل به کلاه هوای مورد نیاز آنها را تأمین می‌کرد. هنگامی که لوله‌های بخار تحت فشار داخل یک زیردریایی پاره شود، بخار می‌تواند سبب افزایش شدید دما و آسیب و یا حتی مرگ شود. ملوانان برای نجات خدمه و انجام تعمیرات اضطراری باید لباس‌های محافظ بپوشند. پرسنل زیردریایی تهاجمی تولیدو از کلاس لس آنجلس اخیراً اقدام به آزمایش روی جدیدترین لباس طراحی شده برای محافظت در برابر نشت بخار در زیردریایی‌های هسته‌ای کردند. ملوانان چکمه و دستکش‌های ضخیم و محافظ صورت را در کنار یک دستگاه تنفس اختصاصی می‌پوشند. همچنین این نمونه اولیه لباس محافظ دارای دستکشی با سبک طراحی منحصر به فرد است. در این لباس دستکش دارای پنجه‌های خرچنگی با شست و دو انگشت است که گرفتن ابزار، بالا رفتن از نردبان‌ها و دیگر کارها را برای ملوانان آسان‌تر می‌کند. لباس‌های ویژه در زمان نجات زیردریایی هم مورد استفاده است.
در سال 2014 ناوگانی از کشتی‌ها، زیردریایی‌ها و هواپیماهای ناتو در بندر اکادمیای لهستان گرد هم آمدند. این رزمایش بزرگترین تمرین نجات زیردریایی‌ها از نوع خود در جهان بود. کشورهای عضو ناتو و تعدادی دیگر از کشورها در این رزمایش که هدف آن آموزش خدمه بین‌المللی در زمینه نجات دریایی بود حضور داشتند. رزمایش با کمک گرفتن از آخرین تکنولوژی‌های روز بر روی بستر اقیانوس انجام شد که برای تخلیه ایمن پرسنل زیردریایی بسیار مهم است. غواصان با یک قایق نجات به محل مورد نظر می‌رسند. ملوانان داخل زیردریایی مراحل تخلیه اضطراری را دنبال می‌کنند و لباس نجات نارنجی خاصی برای رسیدن به سطح می‌پوشند. در نهایت غواصان ملوانان را پیدا کرده و با قایق نجات به کشتی می‌رسانند. خلبانان، ملوانان و غواصان برای محافظت در برابر شرایط فشار و دمای شدید در ارتفاعات بالا و زیر آب به لباس‌های محافظ نیاز دارند. کشورهای مختلف و از جمله آمریکا سالانه میلیون‌ها دلار برای بهبود این لباس‌ها و افزایش قابلیت‌های حرکتی و محافظتی آنها صرف می‌کنند تا افراد استفاده کننده در زمان حادثه در بهترین شرایط ممکن قرار گیرند. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید.